أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحه وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد، قال مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. الصلوات بخير بر محمد وآل محمد. مو باید شکر گزار خداوند متعال باشیم که باز خداوند متعال ما را این توفیق داد که منی مجالس عزاداری ابو عبدالله حسین علیه السلام شرکت کنیم. شکر از خود خود چند مرحله داره. اولا مرحله شنوی است که انسان از زبان خوب بایا ایگو نعمت وقتی ملاو شد شرا شکر را ادا کنه، بگه الحمدلله، شکر لله، خدایا تشکر از تو که مورا گرفتی، نعمت را عطا کردی، نعمت را عنایت کردی. دویمنا مرحله شی است که انسان در قلب خو بفهمه که او چیز واقعا نعمت است. فرسین انسان وقتی خوراک ملاو مشاشره، انسان بفهمه از دل خو از قلب خو که واقعا بسیار کلان نعمت است و این نعمت را خداوند متعال گرفته مرا عطا کده و مرا عنایت کده. سیمنا مرحلهش شکر عملی است که انسان در ذریعه عمل خود، در ذریعه اعضای خود بایا او تر کار را انجام بده که امو نعمت برای از اون چیز ملاو شده را. یک صلوات بخوایم بر محمد و آل محمد. تا زمانی که بچه‌های ریزه چوب شدن باز دیگر صلوات بخوایم. مادرایشان اگر امنار جدا کنن تا که مو بیتنی امی گفتگوی خود پیش ببری و بالاخر وقتی تقریبا صد دو صد نفر گرفته نشنم واقعا وقتی ما در اینج مایم گپ بزنم یک از کلانترین زمداری ها برای از من امی است که ما در اینج وقتی صد نفر رو میگرم دارو، یعنی صد گینجه میگرم و اگر امو صد گینجه را که اینج معمولا حساب کتاب هم مادی است ماتریالیستیک است، اگر مو بخوایی صد گینجه را در دولار هم حساب کنی هزارها دولار مشه. پس بنابرای نمزی اگر حقی دیگر امو کوشش کنی که زایه نشنه مولادها را تا حد الامکان خلاصه چوب کراو گنی تا که بیتنی مو اینمی گفتگو خورا پیش ببری. یک صلوات بخوایم بر محمد و آل محمد. پس بنابر این نمزی یک از مرحله های شکری است که انسان به طور عملی باید قد اعضا و جواره خورا خداوند متعال را شکریش را ادا کنه که خداوند متعال توی نعمت عظیم را گرفتی مرا عنایت کردی و ای عظیم نعمت را گرفتی مرا عطا کردی. مونی زندگی خومین کرنی که یک از کارهای بسیار زیاد خوب، یک از کارهای بسیار زیاد زبردست که هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ فرهنگ و کلچری از مو دمنی از مو عام و رایج است، او فرهنگی مهمانی دادو است. واقعا شما توقع کنین که منی فرهنگی از مو بسیار زیاد زبردست است. وقتی ایگو کس از مسافرت مایا باقاعده مهمانی داده مشاوره، وقتی ایگو کس ایگو رشتدار شی از دنیا مورا باقاعده مهمانی داده مشاوره، ممکنه نامهایش مختلف باشه لیکن اصلی از او مهمانی است. یعنی او آدم را استقبال شمونه، دلجویی شمونه، بریزی که او آدم احساس تنهایی نکنه، احساس غربت نکنه، او را باقاعده مو از لحاظ فرهنگی از خود کو میگری او را دخانی خکوی منی مهمانی می دیورا با قاعده تکریم منی اکرام یزور منی تاکی او آدم احساس غربت نکنه. برای امزی مهمانی ها شما تو خنین که معمولا مو دمنه
یک مهمانی دمنی امزی استرالیا اگر یک مهمانی مو برای چند نفر بخایی ارگنایز کنی برای چند نفر ارینج کنی تقریبا 900 تا 1000 ڈالر را معمولا خرچ موشا یک مهمانی بسیار زیاد سیمپل یک مهمانی بسیار زیاد معمولی اینمی طرف سے کمانی زو ٹک ٹاک خرچہ دارا و دزری زو خرچ کدو مو یک آدم دیگر را مهمان اس خود کو قرار مینی خوبی بسیار زیاد خوب چیز استا فرهنگ بسیار زیاد زبردست استا و ائمه طاهرین مو هم اینمی چیز را تاکید کرده که شما در خانه های خو مهمانی بیدین شما توخین حدیث مگا اگر ایگو شخص خانه شما آماد برای مهمانی و شما او را تکریم کردین شما او را احترام شکردین او آدم هر تدس خود خو رزق خو رمی را نعمت ها را در خانه شما می را و در خانه شما هر شخص کی بلا است اونا تمامی تدس خود خو مبرم و اخن دین از مور توخین دی روز کی خدمت شما عرض کردم که دین از مو ترست که لحظه لحظه زندگی را مو میتنی در ذریعه صرف و صرف یک دن نیت مو لحظه لحظه زندگی خورا بگری عبادت جور کنی مهمان از برو مایا دخانی از مو هر چقدر کی بلاها است از خود خو مبرا و خود چی کد از خود خو رزق خورمی را و اخن شما توخ کنین یک مهمان که دخانی از مو مایا همیشه اینمی تر شده که مو خیال مونی که بظاهر طور پر او از خانه از ما خورد کم شد لیکن اگر دقیق توخ کنی واقعا کم نموشه امو نعمتی که خداوند متعال مرده او بجایزی که کم شده لا زیادتر موشه و ای بسیار زیاد زبردست چیز است پس بنابر ادزی مو همیشه باید دمنه خانه خو مهمانی ها را داشته باشی لیکن بعضی از چیزها را است که ائمه طاهرین مو طرف یزو هم تاکید کرده گفته مهمانی ها شما باید داشته باشین لیکن امیر المومنین علیه السلام وقتی خانه او کس برای مهمانی مراف آخرنا شاوی شهادت امیر المومنین در تمامی شما خبر استیم امیر المومنین خانه دختر خو برای مهمانی رفته بود دختر شی دو قسم خوراک آورد یک نان آورد یک نمک آورد و کچی خورما آورد امیر المومنین علیه السلام خورما را گرفت کنارش گفت دختر عزیز ما تو کی دیدی که بلی سفره از ما دو چیز باشه ما صرف فرصت کدی نمزی یک چیز افطار خورمون و اینمی یک چیز برای از ما کافی است و در جاهای مختلف زندگی امیر المومنین نمو اینمی ترمین کرنی که مهمانی هایی که اونا مرافتن واقعا بلی نمزو حد اقل چیزی اکتفا مکرد مورا ائمه طاهرین منع کده که خود خورا در تکلف نندازیم اگر شما گرفتیم خود خورا در تکلف اندختین اگر گرفتیم خود خورا در رنج اندختین برای ازی که مهمانی شونه خدا نخواسته نیتی از شما اولن روز ممکنه خوب باشه لیکن استه استه بالاخر انسان است ممکنه خسته شونه انسان از مهمانی های مفصل دادو واقعا خسته کننده است و او خرش هایی که بالاخر اکثری از مو در اینج که است بالاخر قرضارم است اکثر از مو در اینج است خانه های از مو دا مورگیج است و از دی حکومت از بینک مو گرفته قرض کرده و تمامی از او چیزا را مو باید که بگی خود نمزی را ائمه طاهرین مو منع کرده که مهمانی بدین از یک طرف از طرف دیگر مهمانی های خورا کوشش کنین که او پس مفصل نباشه منیش یک خوراک دو خوراک باشه کافی است البته خوبه که مهمان خورتا کریم کنی گفتن که اگر دخانه تو ایگو چیز بود اونمی چیز را بای روی بروی مهمان کو ایتر نباشه که مهمان دخانه از مو بایا مو خوب خوراک داشته باشی و از پیش مهمان خوبی کری پوچ کنی یه مزمت شده که شما این کار را نکین اگر دخانه شما بود حتما روی بروی مهمان خوب بایدین لیکن خود خورا در زحمت نندازین وقتی ما خود خورا در زحمت بندازی استه استه بزنمی چیزا ممکنه کمرنگ شنه اینمی مهمانی ها ممکنه در زندگی ها از مو کمرنگ شنه و مو یک وبال خیال کنی خدا نخواسته مو بگری یک بوج خیال کنی و یک کرتنه اینمی فرهنگی که در ذریعه شمو یک دیگه خورا ملاقات کنی در ذریعه شمو یک دیگه خورا مینگنی اینمی کم شنه از مکت زیاد بچا آواشی زوره یک سلوات بخن بار دیگر با آواز بلند صلوات تو خیلی چقدر زبردست چیز گفته پیغمبر اسلام که یک مهمانی که دخانی از شما مایا او گویا رسول خدا است گویا پیغام رسان خدا است مسنجر خدا است از طرف خدا پیغام را برای شما آورده او آدم در هر نیتی که خانه شما باید فرقی نمونه یک آدم ممکنه در خانه شما در نیت ازی باید که در خانه فلانی آدم خوب دسترخان شد چرتر است دیگه جهان مور ما خانه ازی آدم مورم ممکنه در ازی نیت آماده باشه یک آدم دیگه ممکنه در ازی نیت آماده باشه که بالاخر رشتداری است دوستی است ما امی مهمانی را میستن
بالاخر ما خالی از این فلانی شخص باید برم. لیکن پیامبر اسلام گفته که شمایی که مهمان را میگردین، شمایی که میزبان هستین، مهمان خود را تکریم شکنین. او در هر لباسی که باشه، او زمانی که در خانه از شما است، او صورت پیغام رسان خداوند متعال را داره، صورت رسول خدا را داره، صورت یک مسنجر را داره در خانه از شما. فرق نمونه او مسلمان باشه یا نباشه، فرق نمونه او شیعه باشه یا نباشه، فرق نمونه او کافر باشه یا مسلمان باشه، در هر صورتی که او باشه شما باید او را تکریم کنین، باید احترام یا از او را در نظر بیلین. این است دباره مهمانی. موضوع از من مهمانی نیست، صرف و صرف اونمو تر گفتم که بالاخر مهمانی ها بسیار زیاد تاکید شده، لیکن شما در نظر بگیرین که امی مهمانی ها را که معمولا مو میدی، اگر نیتی از مو کم ذرا فرق شونه، اگر این امی مهمانی ها را در دیگه نیت مو بایی بگیری انجام بدی، چقدر امی عمل عبادی از مو چقدر بالتر مورا. یک آدمی که اگر کافرم باشه، نعمت ها را در خانه از مو میره، بلاها را از خانه از مو مبره. لیکن امو آدمی که خانه شما مایا، اگر عزادار عبدالله حسین علیه السلام باشه، اگر امو آدمی که خانه شما مایا، برای ازی بایا که در خانه شما ذکر ائمه طاهرین باشه، اگر برای ازی بایا که در خانه شما گفتگو مشه دوباره ازی که مو ایمان مو چطور قوی شونه، گفتگو مشه دوباره ازی که مو چطور بهتر مسلمان جو شده میتنی، گفتگو مشه دوباره ازی که مو دمنه ازی معاشره ها چطور اونمو دین خوره و کلچر خوره زنده بلی، چطور مو دمنه ایتر معاشره ها سروایف کنی. یک دنه کافر را دیدین چقدر بلاهار از خانه انسان مو گل. یک آدمی که مهمانی از شما نیه، مهمانی ابو عبدالله حسین علیه السلام باشه، بس ایرم شما خبر هستیم که ائمه طاهرین از مو گفته منه یک خانه ای که ذکر مجالس ابا عبدالله حسین علیه السلام موشا، ذکر مصیبت ابا عبدالله حسین علیه السلام موشا، امو تر کی دبل آسمان ستاره ها درخشان است، ستاره ها شاینی است، ستاره ها چمکدار است، او نمو رنگا در زمین خانه هایی که منش ذکر ابا عبدالله حسین علیه السلام موشا، او نمو رنگا اونا چمکدار است. یعنی واقعا دین کرنی مو ستاره ها دا شاو کاری رهنمائی را انجام میده، خانه هایی که منیش ذکر اب عبدالله حسین علیه السلام گفته موشه، او خانه ها باعث موشه که فرشتا مباحات کنه، فرشتا از خداوند متعال پرسان مونه ای خانه کی است، منی از خانه کی زندگی مونه کی ایتر درخشان شده، ای قد شاینی شده، ای قد چمک ده در ای است، خداوند متعال مونه ای او خانه هایی است که منیشی ذکر مصیبت اب عبدالله حسین علیه السلام شده، او خانه هایی است که منیشی ذکر فضائل اب عبدالله حسین علیه السلام و ائمه طاهرین موشه. پس بنابراین نمزی بایی کم ذرا نیت خورا بدلی کنی. واقعا شما در نظر بگیرین یک مادر را، یک مادر هیچ وقتم اولاد خورا لعنت نمونه، اولاد خورا هیچ وقتم بددعا نمونه، یک پدر هیچ وقتم اولاد خورا بددعا نمونه. لیکن ائمه طاهرین از مو بعض اوقات اماده موهارا یا امو آدمایی که بعضی از عملها را انجام نمیده، اونا را گرفتن بددعا کده، اونا را گرفتن لعنت کده. واقعا تو خیم که امی کار، امی عمل چقدر بد عمل باید باشه، چقدر سنگین عمل باید باشه که امام معصومی که 70,000 گناه از مادر کده زیادتر مورا خوش داره، امام معصوم مایا لعنت منا، امام معصوم مایا بددعا منا. و امام اگر بددعا کنه، بددعای از اونا بسیر و نشان است، چرا چرا که اونا مستجاب دعوه هم امی که از زبان مبارک امام یک لفظ بدر شونه، فورا او چیز قبول مشه، فورا او چیز مجسم مشه، فورا او چیز بلی زمین مجسم مشه. امام معصوم از مو اماده بعضی از انسانها را لعنت کده. یک چند ماه پیش مشهد رفته بودم، تیمی نماز بود، ما که دختر واردی موششته بودی، بس دختر ما تر دبله بغل ما بازی مکد، بسیار زیاد خلاصه بازی مکد، ما محبت مکدم کچی تا زمانی که وقت نماز شروع شنه، بس یک دنه پیرمرد، یک دنه باکل در کنار از ما ششته بود، مر گفته که چرا قص محبت منی کد دختر خود، چرا قص اظهار محبت منی، چرا قص ناز میده شرا. ما گفتم بالاخر دختر ماسته، تقاضای پدری نمی است که انسان اولاد خود را چی محبت کنه.
وهو روايات كي بريز مو ماذا كي أولاد خورا بوسا بدين أولاد خورا ما چوكنين از خاطر اونجور روايات ما اي خار رمانو او پدر گفته كي ما خود ما چار دونا دختر دارم چار دختر دارم دو دنا بچه دارم ار چار دختر خور گرفتم صحیح تعلیم دادم صحیح طور پر کوشش کردم كي تربیت کنم بریز نا از دانی از خود و از گلونی از خود می گرفتم اولادهای خورا می گرفتم می دادم پورا زندگی خو خرج کردم پورا زندگی خو زحمت کشیدم تاکی اونمو هر چهار دختر ما کدی دو دنه بچه ما ولی پای خو است شدم امروز هر کدام شی یک دنش انجینیر است یک دنش دکتر است یک دنش کلان بزنسمن است هر کدام شی خلاصه ده زندگی های از خود رسیده و بسیار خوب خوب زندگی ها دارن لیکن امروز کی ما مشهد آمدم ما از خاطر از این آمدم که هر شش مر جواب دادن هر شش مر از خانه بود بسیار زیاد بنده خدا دل شد درد داشت تقریبا بعد از نمازم شش تا تقریبا نیم گنجا اومد تا گفتار ما برای شش کار نمیتونستم دیدم گفتم زیاد سے زیاد امیر خمیت انم یک مومن را بالاخر در چرا گردوا نمیتن یک لازم کچ بیش نہیں گوش کنی کی اوچی موگا او خود انم زیم دل زور حلقہ منا نیم گنجا پورا شش تو گفتار اف گفتار اف از دختر خو مو گفت از بچی خو مو گفت کر از من تا کدا اون تر کدا اخر شما گفتم خوب این میگه امام رضا علیه السلام است دیگه امام رضا علیه السلام هم گفتن که یک آدمی که مظلوم باشه آهی از او بسیار ده آسانی میگیره آدم را گفتم میگه امام رضا علیه السلام است شما بد دعا کنین میخواستم صرف توخ کنم که بابا چی مگه بابایی که جواب داد اولاد عایشه خانه شنا بابایی که پورا زندگی خو محنت کرده بابایی که پورا زندگی خو ما کاریگری کردم ما خانده آدم نبودم پورا زندگی خو ما کاریگری کردم در ذریعه کاریگری دم زو محنتی بازوی خو ما گرفتم اولادهای خو کلان کردم وقتی ما می گبر زدم او بابا در سوچ رفت یک لحظه سوچ کرد بس بعد از او گفت که ما چطور شده میتنه که ما برای اولادهای خو بددعا کنم هیچ امکان نداره ما برای بددعا از زمان از ما برشونه امکانش نداره بابا اصلا برای اولاد خوب بد دعایش نمونه دیگه طرف چند سال پیش بعضی داکیومنتریز هست که من مختلف آل خو یوتیوب هم اصلا ما او زمان در منی تیوی دیده بودم یک دنه همیتر اول هاوس بود بس در منی پاکستان در مختلف زمان ها مثل اید و غیره ولی مثل همیتر بعض فستیوالز که مشا بعض چیزا که مشا ایگو خوشی و غیره است اونا بس مورن در منی نمیتر مختلف جاگا از امو ای که بابایی که در اونجا هسته از اونا انترویو مونه از اونا پرسان مونه که بایی شما چطور آمدین چطور این زندگی ترمونین خوشحال هستین یا خوشحال نی هستین امی سر دمانه یک اول هاوسی که ظاهرا از ایدی بود در اونجا رفته بود انترویو مقدره بود در اونجا یک دنه مادر بود یک زن بود از او زن پرسان کرد که خب چطور شد که شما در اینجا اول هاوس آمدین او زن مگه که ما در جوانی شویم از دنیا رفت در جوانی شویم مرد ما یک بچه داشتم نه و خانه داشتی نه شویم ایگو سرمایدار آدم بود هیچ چیز از پس کو اعلان نکرده بود ما اینمی بچه را گرفتم در ذریعه کارگری خانه مردم ها کار مکردم پیلای مردم را مشوشتم خاله های مردم را مشوشتم خانه مردم ها را می گرفتم صاف مکردم در ذریعه نزدی کارگری ما ای امی یک اولاد خور گرفتم کلان کردم و او اولاد ما امروز انجینیر است از خود خوب بسیار خوب زندگی دارم بس ما پیر شدم تقریبا یک سال پیش پیر شدم هر روز ناجور هستم دیگه پیرا دیدین معمولا هر خلاصه بارز معذرت البته از ما اینج بزرگان و ماشاءالله تمامی شتایت هستن بعضی پیرا دیدین که تمامی نتایش خلاصه واز مشا دیگه که هر طرف شی خلاصه کشور مخره یک تا خواز میده و بسیار زندگی سخت مشا برای از اونا ما اونو تر شده بودم که از هر پرزه ما آواز می ماد و بسیار ناجور بودم همیشه در حالتی ناجوری بودم بس هر روز بچه خون مو گفتم پیش دکتر مو بر بچه مو گفتم پیش یک دکتر مو بر گفتم پیش دیگر دکتر مو بر آخر اون منده شد دیگه از من آخر منده شد مر گرفت اک در گفت بیا بوری ما تو اسپیتال مو برم داخل منم در اینزی اسپیتال بسیار خوب است نرسایش بسیار خوب است تو را بسیار خیال کنم بس مگه مر آوردم اینجا ایشت وقت اینجا ایشت ما دیدم که مر یک دنه بیڈ دادن و یک روز انتظار کردم نه ایگو نرس استا نه ایگو ڈاکٹر استا دو روز توخ کردم که نه کس نیه که بای خلاصه مر ایگو انجکشن بیزنه ایگو بالاخر کنونه بیزنه ایگو دوائی بیده ایگو گولی بیده ایش کسم نیه استا کسم نم آیه دارو
سه روز تیر شد، چهار روز تیر شد، پنج روز تیر شد، یک هفته تیر شد. بعد از یک هفته ما پریشان شدیم که بایی کجا است؟ ایچی خطا است؟ ما دا کجا آمده هم؟ دکترها کجا هست؟ چه دکترها یک دفعه نمایه از ما حال ما پرسان نمونه؟ چه نرس ها آمده یک دفعه حال از ما پرسان نمونه؟ رفتم امزی آدمار که خیال مکدم نرس ها است؟ از اینا پرسان کدم که بایی چه قصه یا؟ و چه بچه ما نمایه پیش ما؟ اسپیتال شما یه خاص قانون داره که بریز هر وقت دینج میره از بعد تا چی ملاقات کدو نمیلین شما. مگه او آدم گفت که ایخو اسپیتال هیچ نیست، یه گولد هاوس است. امو آدم هایی که پیر موشن اونا رو مردم میره دینج میله و ذمه‌داری از مو است که مو از اونا رو خرج بیلیم. بس مگه امو پیپرز را تمامی اورد روی بروی از ما مخاطشه که ما زد گریه و آخ و زاری کردیم که بایی بچه هم کجا هستا بلاخر بچه هم هیا امو ایکی خو خمی تریلا کده نمورا. امو پیپرار اورد مرا نشان داده که با خایده بچه هم ساین کده که یک لاواری سادم هستا مو یک دیگه دکارش نداره ایره شما بگنن خال چو بینیم. بسیار درد داشته بو مادر. امی چیز را خلاصه مو آدم که انترویو مقدره و مو حالت گریه والا جو شده بوده واقعا سخت است. انسان یک دانه مادر را در ازی حالت و در ازی کندیشن دین کرنه بز امو که انترویو مقد او اینوی سوال را شو پرسان کرد. ما هم که ازی آدم که از دمشق در حرم امام رضا پرسان کرد و مو نمو انترویو در ذهن ما بود. گفتم بیا تو وقت نم که واقعا اینوی ترسته یا نه. البته آل خود ما چه بابا استم چه که خود ما پدر استم درک میتنم که واقعا انسان ایش صورت حاضر نیست که برای اولاد خوب بدعا کنه. لیکن بعض هم گفتم که ما شاید فی الحال اولادای ما ریزه است، شیرینی شی زیاد است، محبت شی زیاد است، از خاطر نمزی ما حاضر نیستم. یک آدمی که سختیار دیده ممکنه او حاضر بشه ای کار کنه. او آدم که انترویو میگرفت و آجایی را گفت که آلی چی مگین؟ حاضر است برای بچه خوب بدعا کنیم؟ او مادر یک لحظه سوچ کرد گفت زمان از ما منفی شونه که اگر ما برای اولاد خو یک لفظ بدعا کنیم حاضر نیست ما برای اولاد خو بدعا کنیم. تو خنین مادر اولاد خو را اینی قصد خوش داره حاضر نیست بدعا کنیم. پدر اولاد خو را اینی قصد خوش داره اولاد نیه حاضر نیست که اولاد خو را بدعا کنیم. امام معصوم 70,000 گناه زیادتر از ایفا و بابا کده موهار خوش داره. امام علیه السلام ما بعضی از موهارا بدعا منه، بعضی از انسان هارا بدعا منه. تمام از این قصار برای زی گفتم که ام سنگینی را بفهمیم که امام علیه السلام کدام شخص را بدعا کده، کدام آدم را بدعا کده. امام علیه السلام مگن که خدا لعنت کنه، لعنت خدا و ملائکه خدا برای ازو والدینی که پورا هفته تیر شونه و اونا منی پورا هفته یک روز اولادهای خورا وقت نده برای ازی که اولادهای خورا تعلیم دینی بیده، تربیت دینی بیده. امام علیه السلام لعنت کرده واقعا بسیار زیاد سنگین است. یک امام دا آسانی بدعا نمونه کسره. امام علیه السلام اماده بدعا کده و آدم را که برای اولادهای خورا وقت بر نمونه، اولادهای خورا تربیت نمونه، اولادهای خورا تربیت دینی نمیده. واقعا جایی سوچ است برای از مو که منی پورا هفته یک روز مو تایم بدر مونی برای اولادهای خود که مو اولادهای خود بگری تربیت کنیم. یک گینچه مو تایم بدر مونی که مو اولادهای خود بگری تربیت کنیم. منی معاشره مو یک زمانی سنده سکولز بود، سنده سکولز آل ختم شده. کدام مو احساس کده؟ کدام مو احساس کده؟ کدام مو آماده پرسان کده که بایی امو سنده سکولز که بود و چه ختم شد؟ ما ایگو کنتریبیوشن میتونم داشته باشم، ایگو چیز میتونم کنتریبیوت کنم برای ازی که سنده سکولز واپس واس شونه. ما ایگو کار میتونم برای ازی اصلا ما خو بسیار تا آمادم سنده سکولز ده بارش گپ میزنم که خود سنده سکولز یک بلوک مسائل داره. خود سنده سکولز یک قسم ظلم است برای اولادا که اونا یک روز دو روز تایم میلاو میشه که اونا کم زرا که فیملی باشه، کم زرا تایم که دایی ای که بابی خود داشته باشه. مو اونار میگه در سنده سکول رایی مونی امو کارایی که خلاصه در سکول مکد دوباره بای اونا بی خواهد نه، دوباره اونا تایم کلا تری گستاد بیده، دوباره اونا از خانه دور باشه. خود ازی بلیش یک بلوب ابجکشنز است، لیکن ما بلکل تا هم آدم گفتم دمنی معاشره از مو باید اسلامی سکول باشه، باید تک تک از مو ذمه دار استه. بزرگانی که دمنه محفل از مواسته واقعا اونا را
في الحال ما قبل از ما کد زنانی است قبل از ما کد نسل جوان است بزرگانی از ما ما همیشه بزرگان اینمی قبر مگون که واقعا شما بسیار خوب خوب نسل بودین بسیار ده خوب دور شما زندگی تیر کردین شما دمنه افغانستان بودین شما دمنه پاکستان بودین معاشره معاشره اسلامی بودا اونجی بی راه رویا و قضیات نبودا انترنت نبودا ده زمانی از ما وری کیبل نبودا دیش نبودا ٹی وی نبودا یا بلوگ مسئلہ مسائل نبودا امروز خود یا بلوگ مسئلہ مسائل اصلا بزرگان مو الحمدللہ زندگی آئے خوب بسیار زیاد خوب تیر کدا محبت اہل بیت اظہار زندگی از اونا بودا دا دل های از اونا بودا امروز او یلغار کی شدہ رئی اصلا او کلچرل اٹیک کی شدہ او خبلی از مو جوان ها اصلا دامنگیری از مو جوان ها شدہ مو جوان ها را گرفتا رئی اصلا روز در روز موها را نابود کدا رئی اصلا امونائی کی مثل از ما وری دا عمری از ما هستا یا که تازه ایکا و بابا جور شدن یا که چند سال بعد جور مشن اونا باید سوچ کنن البته مین کنن که واقعا امو مسئله ای است که دمانه معاشره از ما امور دین را صحیح طور پر سمجاویش نشده بعض اوقات بابا هایی که دمانه معاشره های از ما هستا اگر از اونا پرسان کنی که شما اولاد شما چرا نماز نمیخانه یک چند اونا دو میزنه که او از خاطر انزی نماز نمیخانه از خاطر ازی که خلاصه کدی فلانی فلانی میگشتا بنا بر نمزی و نماز نمی خانه وقتی اش پرسان کنی که تو چه خاطر تایم زده من زندگی شی تو چه خاطر سمجاو کده دین از مو زیبا یا دین از مو خوشنما است دین از مو خوبصورت است دین از مو امروز ده منی پورا دنیا گپ داره مو ده منی پورا دنیا اسکالرز را از خون دعوت مو شکیبان شما دوباره از مو گپ بزنین جوان زیبایی می خایم جوان خوبصورتی می خایا جوان خوشنمایی می خایا مو تاوالی اول مسئله ای که خودون مو چه خاص زیبایی دین کو خبر شده یک مسئله از او بعد مو چه خاص زیبایی های دین ده منی نو نسل کو ترانسفر کده چه خاص مو برای زنا گفته اولاد های از مو خو امزو علا است که برای نماز صبح اگر بال نشد یک لغا دبلی گردش میز نه که بال شو چل نماز صبح بال شد نموشی کرا او هم تاکای را برداشت مونه تا زمانی که 13 14 ساله ہے. اج دا سالا شد تو بلے گردیش بی بیزن او تو چپا ہونا ہی کرتا ہوں او دیگا ایش گوش نا منا گفت را چرکی وہم طاقت دارا تو امو ذہن یزو تاوال ایش آمادہ نہیں استا تو سمجھاو ایش نگدے کی نماز ما بری چی پیخم واقعا حق دارا وہم باید پرسان کنم بالخصوص دازی زمانی کی واقعا مو اکثر مو اٹریکشن طرف زیبائی زیاد شد امی تقریبا یک یک و نیم سال پیش ما دا کوئٹہ بودم رسخانے یک از دوستای خود رفتم وقتی خانهش رفتم بز خودش گرفت الماری خود واز کرد برای زمان الماری خود گرفت واز کرد ماشاءالله تقریبا 20-25 دنا بورت اشتا بود یک گلوب کورت اشتا بود برایشی کالاها خو الا ماشاءالله کالاها داشتا یک طرف دیگه سیتی پرفیوم آیش بود 20 دنا خالی او پرفیوم داشتا غیر از او او پاودرای او کریمایی که خلاصه او داشته گناه در سر جای از خود خود وقتی ما ایز دیدم ما گفتم که در کمره از خود خورده من یا در کمره خوار مار کرسته ای خو امتر چیزه کمره بیری می لگه در او مرا گفتنه ای کمره از خود بسته ما خود ما تمامی ازی چیزا را استعمال مونه دیدین جوانها امروز اینی تر شده که چرکی خوبصورتی رو می خواه چرکی جمال نمی خایا از خاطر نمزی بعض اوقات خود کوشش مونه که بعض دیگه کارام کنه مویاهای عجیب و غریب جور مونن کالاهای عجیب و غریب موبشا صرف فرض بریزی که خود خود جذاب نشو بده پس بنا بریزی کاری چیزی بد نی است بد سنس نی است از لحاظ فطری ای بد چیز نی است لیکن او کارهایی که انجام مشه اونیش بعضیاش ممکنه بد باشه پس بنا بریزی جوان حس زیبایی داره جوان در ذریعه زیبایی اٹریکت مشا مو تا امروز دی روز چقدر جوان های خود در باره زیبایی دین گفته خدا نخواسته اینمی لعنت ممکنه شاملی از موها شونه اسلامی اسکول مو چر نداره واقعا مو ار کدام مو از خودم باید پرسان کنی ما چه قسم منی نمزی کانتریبیوت کدم اگر یک جوان دمنی معاشری از مو اگر خراب مشا ذمہ شی تمامی از موها هسته صرف یک نفر دو نفر نہیں ہے کہ منی پورا معاشرہ یک نفر دو نفر ذمہ داری تمام رہ گرفتہ بشا تمامی کارہ رہ انہا انجام بھی دے تمامی ایکٹیویٹیز دینی رہ انہا دشتہ بشا و دیگا تمامی یک طرف بشنا نا تک تک از مو پرسان مشا
اي مي تاهرين از مو پرسان مونا ير خمو ندره امو مهماني هاي ركي مو دره واقع نیت های مو اگر بدلی شونا نیت های از مو اگر با یه طرف دین امو مهمانی های خورا واقعا بسیار زیاد زبردست است. منی زنها الحمدلله ده منی ماه محرم و سفر بسیار زیاد سلسله مجالس است، بسیار زیاد سلسله گفتگوهای مفید است که در ذریعه زنا یک بلوک مسائل دینی از اونا حل مشا. لیکن ده منی مرد های چیز نیا. امی یک سال پیش که ما در کویتا بودم بعض اوقات زنها خو الحمدلله مجالس زیاد میگرفت، بعض اوقات مردها اگر ایگو وقت مجالس میگرفت منی زو مجالس وقتی مرافتی منگر نیدی چار طرف خالی پیرها ششتا جوانها از مو فل بیگانه است، جوانها از مو ایش خبر نی است دواره دید خف قصوروار کیا جاغه اسکیل موبایل بگی کدام آدم زمدار است. پیامبر اسلام مگر نمگن کلکم رائن و کلکم مسئولون عن رعیته، هر کدام از شما ذمہ دار هستین، تک تک شما ذمہ دار هستین برای ازی کی امو جای امو سرکلی کی امو جای کی گب یا شما گفتموشا امو جای کی گب شما نفوذ دارا امو جای کی شما پیغام را رسند میتنین، تک تک شما ذمہ دار هستین که پیغام را باید برسندنین. واقعا مو امی پیغام را رسنده دمنی نمی مجالس ازاداری واقعا جای افسردگی ہے. یعنی یک آدم اگر ڈپریس شنا از ڈپریشن اکرتا بوم را جائشی است که واقعا نمی کار شنا. من یک معاشره ای که مسلمان ها شیعه ها تعداد شیده من صدها نفر است، از من از او صدها نفر دها نفر ده من مجالس ازاداری شرکت کنه. او هم من پورا سال صرف پر صرف داد وازده روز است دیگه، داد وازده روز مو خالی ده من مسجد مایی دیگه چه خمو مسجد رویش نمین کرنی. امو آدمایی که اب عبداللہ الحسین علیہ السلام را امادن شہید کدن منی زیارت عاشورا بخانی، یک زیارت های بسیار زبردست است، پورا پورا سال تیر مشم ہو زیارت عاشورا را ایش نمیشنوی ایش خبر نہیں است، لیکن امزی محفل عظیم مجالس پیشتر زیارت عاشورا خانده مشم. منی زیارت عاشورا یک جملہ است که امو آدما را خدا لعنت کنه که تنقبت لقتالک، امونایی که نقاب زده بودن بری ازی که اب عبداللہ الحسین علیہ السلام ربی را دا شہادت پیش سندنا، اونا آیا زن بودن کی نقاب زدہ بودن؟ نا عزیز من زن نبودن اونا کی نقاب زدہ بودن، اونا مردہائی بودن کی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام را مشناختن. خودی عمر ابن سعد از ریزگی قدی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام آردوی شی دا منی کوشا یک جائے بازی مکدن نقاب زده اماده اب عبداللہ الحسین علیہ السلام را شہید مونن مشناختن. منی پورا تاریخ شما باین تو کنی، منی پورا تاریخ ای جایی تر ملاونا مشا ای جایی تاریخی تر ملاونا مشا کی مردم بشناسن او آدم را، فضیلت های از او آدم را بشناسن، معجزاتی از او آدم را خبر بشن و بعد از این معجزاتی از او آدم را که خبر است تمامی از او چیزها را دیده باز هم اونا باین او انسان را شهید کنن. امروز خود دمنه معاشره از مومو نمو ترست بازی ها متاسفانه، پورا پورا سال تیر مشا مجالس ازاداری گرفته مشا، پورا پورا ماه محرم تیر مشا، یک دفعه نیسته که اونا شکلی مجالس ازاداری رو بینگرنه، یک دفعه نیسته که اونا شکلی مسجد رو بینگرنه. ای گبارا شمو را نمگم برای ازی که خدا نخواسته شمو ای تر بشین، خود ازی که شما دمنه مجالس امادین شرکت کردین، خود ازی که شما منی ازی محفل امادین شرکت کردین نشان میده. دیروز گفتم که باقاعده سکرینینگ مشه، باقاعده خوب از بد دمنه نمزی جدا مشه. ایر از خاطر ازی مگم که مو نسبت ده از خود خو که ذمه داری داره او سر جای خو نسبت ده دیگام ذمه داری داره. والدین باید دسای اولادهای خود گرفته بیره، شما باید دسای دوستای خود گرفته بینین. اگر دسای دوستای خود گرفته نوردین یک کلان ذمہ داری را شما انجام ندادین، پس بنابرای نمزی موها کلکم رائن و کلکم مسئول، هر کدام یزمو ذمہ دار است، هر کدام از مو باید این مسئله گفامی که چی رنگا مو ذمہ داری از خود خورا نسبت در نسل بعدی باید مو انجام بدین. نسل های مو بیگانه شده رئی استم، دمن زندگی های از مو متاسفانه حرام آماده رہی استا، مسائل موش خبر نہیں استے. یا بس سمپل ترین مسائل کی دین یہ اسمو مگا کی لا تاکلوا اموال بالباطل،
بلی یکو به چیزی که تو کارش نکده باشی اون مال حق نداری که بخوری. منی ممزی معاشری از مو قانون استرالیا است که یک آدمی که کارمونه او سنترل لینک گرفته نمیته نه قانون شی است مو قانون رعایت نمونی. بعضی از معاشره بعضی از آدما است د منی نمزی معاشره کی قانون رعایت نمونه از بعد برای از خود خو رای شرم پیدا مونه واخن جای افسوس است واخن جای تعجب است. چون دیروز پریروز خدمت شما عرض کردم که امام علیه السلام موقع شیعه از ما او است که در هر جای نامی خوبی گرفته شده و شیعه از ما باید در فول بالا منزل شی باشه، شیعه از ما باید فول در شاپ باشه. شما ها سفیر اسلام هستین در ایتر ملکا، شما ها نماینده های اسلام هستین. مردم شما را به عنوان شخصی از شما توق نمونه، مرا به عنوان شخصی حادی توق نمونه، مرا به عنوان ازی توق مونه که مایی که خود خورا پیروی مکتب امام صادق علیه السلام مگو مایی که خود خورا پیروی مکتب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام مایی که خود خورا پیروی امیر المومنین علیه السلام مگو آیا واقعا از شهره از ما ایگو کس بین گرنه؟ آیا واقعا مر مگا که تو پیروی امیر المومنین استه؟ از او بعد اگر مو بعضی از کارها را دمنی تر معاشا انجام بدی، اگر سوال آماد بنی امیر المومنین علیه السلام واقعا بز مو جواب داده میتنی؟ ایقص شهدا تیر شده، تمامی از این شهدا خون خوردادن واقعا حاضر شدن که اگر تو خنین از اول تاریخ تا عالی میلیون ها شهید تیر شده، میلیون ها خانواده ها به سرپرست شده، میلیون ها اولاد ها به پدر شده، یک قص کلام نعمت را گرفتن در از مور سنده موی نعمت را نسبت شی ایگو زمداری نداره. شکری از این نعمت را مجتور باید انجام بدیم، هیچ زمداری نداره مو نسبت از این نعمت ها. مو نباید ایگو کار کنی، نباید دبره نبزی معاشره خو یک سنگ خو باید مو بایره نه. وقتی حضرت ابراهیم علیه السلام را گرفتک نمرود دمنه آتش انداخت، حضرت ابراهیم علیه السلام دید که یک دنه چوغو کماده منه نل خو منه منقار خو گرفته، یک قطره آو ورده و می خواهی که دو نمزو یک قطره آو خاموش کنه، که نمزو یک قطره آو می خواهی آتش نمرود را گل کنه. حضرت ابراهیم علیه السلام پرسان کرد که یک قص عظیم آتش تو اگر نزدیک عظیم بایی فرای تو تمام در مخره، تو کدی یک قطره آو که دونه نول تو هسته تو می خواهی آتش را ختم کنی یا آتش را بجاو کنی. او چوک مگه که ما زمداری از ما گلکدوی آتش نی است، زمداری از ما ای است که ما کوشش از خود پر کنم، زمداری از ما ای است که ما محنتی از خود پر کنم. از او بعدی او آتش گل موشا یا نموشا اوش از او بعد کاری خود ماوند مطال است. آیا این چیز زمداری از موی نمی است که مو امو یک قطره یک خشت خوبال کنی، یک سنگ را خوبیگ ریبال کنی تاکہ مو بیتنی برے امام حسین علیہ السلام و برے عزاداری ہا یک کاری انشاءاللہ خدا بشیم. ایک صلوات بخوایم بر محمد و آل محمد. چراغات خاموش کنیم کنیم بوری طرفی ذکر مصیبت خاندان عصمت و طہارت. بار دیگر صلوات بر محمد و آل محمد. تمام توجه خورا طرفی کربلا کنی، توجه خورا طرفی اب عبداللہ الحسین علیہ السلام و خانواده عصمت و طہارت کنی. سی دفعہ تمامی و صمیم قلب اب عبداللہ الحسین علیہ السلام را سلام دی. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ. من یک خانه شما تمامی شما یا کی اولاد درین یا کی
اولادی بیرار شما است یا که اولادی خوار شما است یا که بیراری ریزه شما یا خوار ریزه شما دمنی خانه است و شما دیدین بعضی از اولادها هستند که رونق خانه از خاطر و نبزو اولاد است او اولاد وقتی دمنی خانه بشه پورا خانه منیش چهل پهل است پورا خانه منیش گرم جوشی است لیکن اگر او اولاد در خانه نباشه تمامی احساس مونه که ایگو چیز کمی است در منی دو خانه بالخصوص اگر او اولاد دختر باشه بالخصوص اگر او دختر در عمر 3 ساله باشه دختر 3 ساله شما دیدین ما دختر از خود ما 3 ساله هستم وقتی دختر از خواب بیدار میشه اول نه چی شنمی است که بابی ما کجایا اول نه چی شنمی است که بابی ما ناشته کده یا نه ما بورم برای بابی خو ناشته جور کنم اول نه چیز رای نمی چیز آر پرسان بنا وقتی مین کرنا ما کم ذرا احساس خستگی منم فوراً مورا خوچی یا قطره آو بال کده برای از ممیدن قدیس خمایا نوازش منا قدیس خمایا چهره پدر خورا ناز میدن کی چهره پدر شی اگر منیشی خستگی ظاهر شنه کوشش منا او خستگی را از چهره پدر خود دور کنم دلی یک دنه خانواده یک دختر است و او دخترم اگر 3 ساله باشه در میدان کربلا هم یک دنه دختر بود یک دختر 3 ساله او دختر 3 ساله اینمی تر رونقی در منی کربلا را اونمو اشته بود شما مین گرین که یک دفعه اب عبدالله حسین علیه السلام طرف میدان جنگ مورا از او بعد واپس مایا خدی خانواده خو می خواهی خداحافظی کنه وقتی که خانواده خو خداحافظی مونه تمامی خداحافظی کی کده دختر 3 ساله اب عبدالله حسین علیه السلام مایا زلجنه را از پایش میگره و مگه ما نمیرم بابی ما بورا ما اجازت نمیدم بابی از ما بورا اولادهای اب عبدالله حسین علیه السلام در شهر زندگی کرده بودند اونا شهری زندگی را خبر بودن دیدین یک آدمی که در شهر زندگی مونه و یک آدمی که در منه بیابان ها زندگی مونه بسیار فرق مونه او آدمی که در شهر زندگی مونه جسم شی او قسم مضبوط نیست سختی ها را او قسم تحمل نمیتنه او قسم برداشت زیاد نیست لیکن اگر یک آدم در منه صحرا زندگی کنه او برداشت زیادتر است اولاد های اب عبدالله حسین علیه السلام در منه شهر زندگی کنه اینمی اولاد های اب عبدالله حسین علیه السلام را بعد از واقع عاشورا دختر 3 ساله اب عبدالله حسین علیه السلام را از کربلا میگرند در کوفه مبرند از کوفه در شام مبرند وقتی در شام یزید لعنت الله علیه یک محفل را میگرد سجاو منه و منه یک دنه تشت منه یک دنه سینی منه یک دنه ظرف سر مبارک اب عبدالله حسین علیه السلام را روی بروی اهل حرم میرا اهل حرم شروع منا زار و قطار گریا کدو اب عبدالله الحسین علیہ السلام شروع منا آیت قرآن را میخانا وقتی ایچیز را یزید منگرنا یزید مقامو چھو بخی زرار را بیر کچھو بخی زرار مگر بلے لب مبارک اب عبدالله الحسین علیہ السلام مزنا دختر سے سالے اب عبدالله الحسین علیہ السلام تمام را مزنا کنار و بلند مشاکی قد باب از مچھری کار رمونی تمامی اہل حرم را عزی بات مگرن دمن خرابا ببرا حضرت رقیہ دمن خرابا خواستا یک دفعہ بیدار مشا مگا کی بابے میں کجا استا بہانی بابے خور مگرا ای امم جان بابے میں کجا استا بار بار بابے خور صدا مزنا وقتی شد را اہل حرم مشنا ور اہل حرم ہم شروع منا نزار و قطار گریا گدو وقتی کو حرام مشا و مشا یزید پرسا منا کی دمن خرابا شام چی خبر استا چکار شد را مرسان منا کی چی میں خایا نینا منا گئی کہ دختر اب عبداللہ باب خرم خایا یزید لعنت اللہ علیہ وگرہ سر مبارک اب عبداللہ حسین علیہ السلام را دمن خراب رہی منا دمن خراب وقت سر مبارک اب عبداللہ حسین علیہ السلام مایا سکینہ بلند مشا مگا باب ما آمادہ پیش ما باب خرم وگرہ دا بغل خرم وگرہ مگا ای بابا جان بابا بابا کجا بدن شمو بدن از مر کو خنین بدن متحمل تازیانہ رن نظر
هستش بدل از بپر از زخم های تازیان هستا علامتی وسیلی هایی که برای چهره مبارک از نازده شده بود و وسیلی ها را میگره نشان میده از بعد مگای ای بابا جان ای بابا جان من الذی ای تمنی کی من یتیم کده بابا جان من الذی قتل وریدک کی هستا کی وریدی شمورا کی هستا کی رگهای گردنی شمورا جدا کده کی هستا کی سر مبارک شمورا از بدن شمورا جدا کده ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون خدای پروردگار هر چه خیر و برکت بر محمد و آل محمد نازل فرمودی بر این جمع نازل بفرما خدای پروردگار هر چه شر از محمد و آل محمد دور فرمودی از این جمع دور بفرما خدای پروردگار با آمادگی از مو تاجیل در ظهور آقای امام زمان علیه السلام بفرما قلب نازنین آن حضرت را از ما راضی و خوشنود بفرما زبان مبارک آن حضرت را برای ما دعاگو و مستغفر قرار بده خدای نسل ذریه ما را از عزاداری ابا عبدالله الحسین علیه السلام دور مفرما خدای محبت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و خاندان عصمت و طهارت را در نسل ذریه ما قرار بده خدای سفر مسافرین به خطر بفرما مرضهای اسلام را شفای عاجل و کامل عنایت بفرما کسانی که التماس دعا گفته خدای به حق ابا عبدالله الحسین علیه السلام به احسن وجه دعاهای شرعیه آنها را مستجاب بفرما الى ارواح المؤمنين والمؤمنات والى ارواح الشهداء والصديقين رحم الله من قرأ الفاتحة مع الإخلاص والسلام اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اياك نعبد واياك نستعين غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم تشکر می‌کنم از علامه